اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. در بحث اصول عقاید بحث معاد هستیم، جلسه سوم هستیم. موضوع ما اصول عقاید، بحث سوم، چرا از مرگ می ترسیم. دلایل مختلفی داره که من پنجش اینجا نوشتم. اصولا اگر خواستیم ببینیم چرا از مرگ می ترسیم، ببینیم چرا راننده از پلیس می ترسه. راننده به چه دلیل میترسه؟ راننده گاهی میترسه چون میبینه ماشینش داره سقوط میکنه. اگر راننده وارد دره شد داره ماشینش تاب میخوره، میترسه، برای که میگه رفتم. یعنی فکر کنه مرگ نیستیه. خیال نیستی میکنیم، فکر میکنیم مرگ نیستیه. مرگ نیستی نیست، مرگ انتقاله. ولی دو قرآن میگه خلق الموت و الحیات. نیستی که خلقه نه، نمیشه گفت من خلق کردم نیستی خلق کردم. این که قرآن میگه خلق الموت و الحیات، مرگ را خلق کردم، پیداست مرگ نیستی نیست، مرگی که انتقاله. بله میشه گفت من انتقال به وجود آوردم از یه جای میشه. حالا راجع به مرگ که نیستی نیست، تعبیراتی داریم. قرآن روایات میگه اعظم السرور. در یه حدیث داریم بهترین شادی مرگه برای اولیاء خدا. یه حدیث داریم که داریم قنطره، یعنی مرگ پلیس. حدیث داریم نزع و ثیاب، کندن لباس کثیف است. نزع و ثیاب وسخه. یه حدیث داریم که الموت هو النوم، مرگ انگار خوابه، هو النوم. یه حدیث داریم الموت اندی به منزلت شراب، به منزلت شراب بالبارده. مرگ پلومن مثل آب خنکیست. البارده بارد یعنی خنک. فریام الحدید شر. اینا مرگ اینه در پیش چشم اولیاء خدا. این تعبیر هر تعبیری که مال یه حدیث است. اعظم و سرور بالاترین شادی است. قنطره پلیس. امام حسین علیه السلام وقتی میخواد بره کربلا میگه مرگ پلو اولیاء خدا مثل گردنبند تو سینه دختر جوان. گردنبند تو سینه دختر جوان چقدر قشنگه؟ میگه مرگ پلو من قشنگه. انی لا علی الموت الا سعاده. مرگ برای من سعادته. این تعبیرات امام حسین هم بنویسن لا علی الموت الا سعاده. مرگ برای من جز سعادت نیست. گردنبند در سینه عروس چی؟ قلاده. قلادتون علا جیدل، یک گردنبندیست روی گردن دختر جوان. مرگ برای اولیاء خدا انگار یه گل بو میکنه. وقتی میبره دا انگار گل بو میکنه. مرگ نیستی نیست. درست. خب پس یکی افرادی که از مرگ میترسن فکر کنم نیست میشن. شما اگر پول تو دیدی نیست ولی از منتقل شده از جیب رفته تو بانک، قصه نمیخوری. اما اگر بگی پول تو آب برد، قصه میخوری. این یک.
عرض کنم به حضور شما که چرا از مرگ میترسیم بحث بود. دوم که جاده رو نمیشناسیم. راه را نمیدانیم. گاهی راننده میترسه چون راه گم کرده. حدیث داریم امام هادی فرمود تخاف خوف داری از مرگ لعنک لا تعرفه چون نمیشناسی. مثل بچه هایی که میری بغلش کنی میترسه. نه بابا من دوست دارم. گاهی آدم مثلا میره خونه کسی میخواد بچه صاحب خونه رو بغل کنه بچه جیغ میزنه چون نمیدونه بابا من دوست پدرتم، من مهمون پدرتم، میترسه بچه. تخاف من الموت لانک لا تعرفه. اینا مال امام هادی علیه السلام. گاهی هم بنزین کم داره میترسه. راننده گاهی میترسه بنزین کم داره. بنزین کم بوده بنزین نداره. چه میگه آه من قلت زاد. حضرت امین نعره میکشه که زاد بنزین چه من. آه من قلت زاد. گاهی هم قاچاق بار کرده. راننده میترسه باشه خلافکاره. خلافکار است. ولا یتمنونه. هیچ که از مرگ استقبال نمیکنه. چرا؟ به ما ذالکه به ما قدمت ایدی کن. خلاف کردید، قاچاق بار کردید، از پلیس میترسید، سرعت غیر مجاز داشتید، حال میترسید گیر کنید. اینا عواملی که یه راننده که میترسه به این دلیل میترسه. مرگ هم میتواره دلیل از ترس از مرگ به خاطر این. کسی اگر مرگ نترسه، من در این عمرم افرادی رو دیدم که میگن ما از مرگ نمیترسیم. یک بازاری تاجری بود در کاشان، من جوان بودم، اول طلبگیم بود. ایشون میگفت من هیچ از مرگ نمیترسم. سعی کردم واجباتمو انجام بدم، مال فقرا رو دادم، مقدار مال داشتم وقت کردم، الان چیزی ندارم دیگه. اونجا که عقلم میرسید به واجبات عمل کردم. البته بازم باز ازم از خدا عذرخواهی کنه، شاید ممکنه هزارها خلاف کرده که خودش هم خبر نداره دیگه، باقیش با عفو خداست. دومین کسی که از مرگ نترسید حضرت امام بود که در وصیت نامه‌اش نوشت من با دلی آرام و نفسی مطمئن، من با دل آرام دارم میرم تو قبر. رهبر امام حسین بود که داریم که امام حسین هرچی به ظهر عاشورا نزدیک میشد صورتش برافروخته تر میشه، شد شادتر میشد. رهبر امام حسین امیرالمومنین بود که تا شمشیر رو فرمود فزت و رستگار شده. یکی از علما و مراجع تقلیدم ازش پرسیدن که استاد ما نقل میکنه، میگفت که ازش پرسیدن که اگر یک گوینده یا راستگو یک مخبر صادقی به شما خبر بده هفته دیگه میمیری، تو این هفته آخر عمرت چه میکنی؟ گفت من تو این هفته آخرم کار میکنم که از اول 15 سالگی کردم، از اول عمرم هر کاری خواستم بکنم فکر کردم شاید هفته آخر عمرت بشه. از اول عمرم من با این خطکش خودمو مت کردم، هر کاری پیش کردم. گفتم که تو اگر یه کسی به ما گفت که بیا بریم مسابقات قرآن مالزی، پول هواپیما هم من میدم. منم دیدم حالا یه سفر مفت هواپیما دو سره، گفتم میام. بعد به زن زدم گفتم نمیام. گفت چرا؟ من بانید. گفتم آخه فکر کردم اگر هواپیما بیفته پایین به ما بگن نونت نبود، آبت نبود، رفتی مالزی چه کنی؟ اصلا تو قاری بودی، تو داور بودی. صرف این که حالا اون هواپیما بانی میشه، حالا شخصم مال بیت المال هم نبود، گفت من شخصا بانی میشم. حالا صرف این که تو بانی شدی مجوز میشه که من حالا سوار هواپیما شم. ما باید هر وقت سوار هواپیما میشیم فکر کنیم اگر هواپیما سقوط کنه بگن کجا بودی، برای چی رفتی؟ تصمیماتون رو بر حساب اینه. قرآن فرماد که ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت.
اگر فکر میکنید کارتون درسته باید از مرگ نترسید. و بسیاری از ما آدم خوبامون، بسیاری از خوبای از ما اگر بهش بگن هفته دیگه از دنیا میری، همین الان از داره تعطیل میکنه. خب این یک بحثی که باید راجع به معاد عرض کنم به حضور جناب عالی که قبل از مردن چند تا بحث ما باید بگیم. نکاتی قبل از مرگ، یکی از نکات توبه است، یکی از نکات وصیت، یکی از نکات حسن عاقبت. ما راجع به اینها هم یه اشاره بکن. توبه یعنی برگشت و هر که بر میگرده از کار خلافش اول خدا توبه میکنه تا بعد ما توبه میکنیم. یعنی اول خدا لطف بشه به ما بر میگردونه، وقت ما میفهمیم خلاف کردیم، وقت ما همه که توجه کردیم خلاف کردیم، حال عذرخواهی میکنیم. چون اگر خدا به ما نظر نکند که قرائتی تو خلاف کردی، بد کردی، این حرف رو نباید بزنی، اگر خدا منا به هوش نیاره من به فکر توبه هم نمیافتم. پس اول باید خدا به من نظر کند تا این توفیق توبه قسم بده. ولذا قرآن میگه تاب الله علیهم لیتوبو، تاب الله، اول خدا توبه میکنه، تاب الله یعنی خدا لطفشو بر اینا برمیگردونه، اینا به هوش میان، وقت لیتوبو، وقتی توبه کردن بعد از توبه دو مرتبه خدا توبه رو قبول میکنه. یعنی مثل پتوی که ملافه میکنه، این برش ملافه، او برش ملافه، وسطش پتوه. اول خدا به من لطف میکنه، من به هوش میام، عذرخواهی میکنم، وقتی عذرخواهی کردم بعد دو مرتبه خدا عذرخواهی منو قبول میکنه. یعنی هر توبه ما و هر برگشت ما دو تا لطف خدایی بر روشه، اول لطف اولی که من به هوش میام، لطف دومی که خدا توبه منو بپذیره. در قرآن تابو زیاد داریم، منتها تابوی خالی کم داریم. هر جا میگه تابو یه کلمه برشه، میگه تابو و اصلحو، توبه اینی که ما دلیت گریه کنیم، اصلاح کنیم خلاف کارمون، اصلاح کنیم. تابو و بیانو، اونجا که کتمان کردی حقا نگفتی، حالا باید بیان کنیم. تابو و اصلحو داریم، تابو و بیانو داریم. نماز نخوندیم، توبهش گریه نیست، قضاشو بخونیم. مال مردم خوردیم، توبهش مکه و جمکران و مشهد و کربلا نیست، مال مردم خودی بود بشه بدون. توبه یک عمله در کنار تصمیم. و توبه هر چیزی هم یه چیزیه، اصلا توبه کتمان بیانه، توبه فساد عمل و صالحه، توبه نماز غذاست. این مال توبه. توبه هم واجب فوریه، نگید ما توبه خواهیم که بعدا توبه خواهیم که. بعضی وقتی میگیم توبه کنم میگه برو بابا حالا ما جوونیم پیر بشیم توبه خواهیم که. اینو به نظرم توی یکی از بحثه قدیم داشتم، حالا شایدم تکراری بشه، شایدم نو بشه، من یه مثال بزنم. مثلا میگن این راه مستقیمه، حالا ما کج میشیم، جوانیم، بذار کج شیم، یه دو سه رو عیاشی کنیم، راحت کیف کنیم، خب وقتی پیر بشیم ها برمیگردیم، این آخر عمر ما آدم خوب میشیم. یعنی میگه خط اینه، حالا من جوانم بذار منحرف شم، پیر که بشم توبه میکنم. این مثلث تو مخ بعضیا هست، این مثلث دو اشکال هندسی داره، یکی که شما وقتی توبه کردی بالا نمیری، میای پایین وقتی خلاف داری. دوم این که آخر خط تو آدم میدونه کجاست، دو سانت به آخر مونده برمیگرده، اما آخرام نمیدونم کجاست. یه وقت من فکر میکنم تا 80 سال عمرمه، میگم آره 75 سال خوش باش و 5 سال آخر خوب. یه وقت ممکنه فردا شب مرده، خط تو آخرش آدم میدونه، نزدیک آخر سرته میکنه برمیگرده، اما عمر آخرش نمیدونه. اینا یکی. سوم اینی که میگه میشه آدم 70 سال خوب بگیره با گناه یه مرتبه برگرده، مثل یکی میگه آقا 75 سال سیگار بکش ما آخر نکشه، نمیشه دیگه. یه کسی که گناه جز ذاتش شد، جز خون و خصلتش شد، نمیشه. در قرآن میگه جهنمی ها قیامت هم دروغ میگن،
میگن والله ما کننا این که میخوام آیه قرآنه، والله ما کننا مشرکین، به والله ما مشرک نبودیم. اصلا مشرکه. علامه طباطبایی میگه میدونی چرا قیامت دروغ میگه؟ چون دروغ جزء ذاتش شده. دروغ چه جزء ذات شد تو دادگاه هم دروغ میگه، خباثت جزء ذاتش شده. این طوری حالا یه دوز دقوم گرفتن که با یه تناب نردبون تنابی از گنبد حضرت معصومه بود و پایین رفته به قفل و زری هوا کرده بود، پولا رو کرده بود توی گونی به خودش بسته بود و با زری تناب ما بالا و تو خیابون گرفتنش. رو گونی هم پول بود و روش هم به خود نون خوش. بهش گفتن چرا، به چه انگیزه تو این کار کردی؟ گفت که من خواب دیدم امام رضا رو که گفتن این دور حرم رو میخوان توسعه بدن، پول کم آورده آستان قدس. خواهرم حضرت معصومه پول زیادی داره، تو برو پولای حضرت معصومه رو بیار اینجا برای توسعه حرم امام رضا. ببین اصلا چه جور روبرو رئیس کلونتری همچین دروغ خلق میکنه که اصلا آدم میخندید که این دروغ بافیش از دزدیش هنرش بیشتره. خود این که با نردبون تنابی برای دزدی کنه تو دل شب تنهایی خیلی هنرمنده، ولی بعد این همچین به راحتی میبافه. یه کسی که دروغ و بافندگی جزء خصلتش شد میگه میشه در یه فاصله عوض بشه. اینم بحث توبه. بس بحث وصیت، بعضیا میگن وصیت به آدم به فال بعد میگیرن، میگن میگیم میخوایم ببینیم که وصیت کنیم. وصیت فال بعد نیست، اتفاقا وصیت عمر رو طولانی میکنه. وصیت نشانه اینه که من یاد مرک هستم، غافل نیستم. ولذا گفتن لباس کفن تور لباسات باشه، همون بخچه و کمدی که لباسات کفنت هم جلو چشمت باشه. یعنی گاهی بدونی که یه روزم لباست اینه، کفن رو قایم نکنید، جلو چشمتون باشه. یاد مرگ انسان باشه. به ما گفتن بگو مالک یوم الدین، تو هر نمازی بگو یه قیامتی هست ما باید جواب بسیدن. احترام به حقوق دیگرانه. وصیت احترام به حقوق دیگران، حق کیو بشه، جبران مافاته. یه کارهایی رو آدم نکرده وصیت میکنه که خب بعد از ما این کارو بدید. استمرار به اهدافه. آدم یه هدف رو دنبال میکنه و میخواد بعد از خودش هم این هدف تعقیب بشه، استمرار هدفه. پر کردن خلأهای اقتصادی تو جامعه. من که میمیرم خب ارثم به بچه‌هام میرسه، به زنم میرسه، به پدر مادرم میرسه. اما ممکنه یه پسر خاله‌ای، پسر عمه‌ای داشته باشم که او از نظر قانون ارث نبره، اما خب وضع مالیش بده، وصیت کنم یه مبلغ بده دو فلانی. یعنی خلأها و شکاف‌های اقتصادی که با ارث پر نمیشه انسان با وصیت پر میکنه. جلب محبت دیگرانه. آدم گاهی وقتا یه افرادی رو باش عرض کنم بود چالش داشته، مشکل داشته، حالا مثلا میگه اینو بش بدید دیدنش برید، یعنی محبت اونها رو جذب میکنه. یاد نیکش در تارش میمونه، وصیت میکنه این جا رو بسازید، این ظاهر سرا رو بسازید، این دانشگاه و این خوابگاه و این حوزه رو. عرض کنم که یه کار خیلی که میکنه این وجع علی لسان از صدق، یعنی اینا برکات وصیته. یا با دیگه میگم برکاتش، یک یاد مرگه، از غفلت میاد بیرون. دو احترام به حقوق دیگرانه، کی از ما میخواد، کی از ما میخواد، احترام به حقوق. سه جبران فوت شده هاست. چهار استمرار هدفهایی که دنبالشه. پنج پر کردن خلأهای اقتصادیه. شش یاد نیک در تاریخه. هفت جلب محبت دیگرانه. اینها برکات وصیته و وصیت هم بعد ندونیم. مطابق وصیت فقط وصیت مادی نی، خونه مالکی، فرش مالکی. وصیت وصیت معنوی ده. قرآن میگه ذالکم وصاکم به، این وصیت خداست. آدم باید وصیت کنه بچه‌هاش اهل نماز باشن. همش وصیت نی که نمیدونم کاسه رو بده به کی، کوزه رو بده به کی. وصیت های معنوی، وصیت های اخلاقی. این هم یه مسئله. مطمئن مقدار وصیت، اول که آدم خودش خوب است کنه. نگیم حالا حالا که وقت وصیت شد سوء استفاده میگیم خیلی خوب حالا وقت مرده وصیت کنم، که یه وقت ممکنه آدم نرسه وصیت کنه. بنابراین خودتو عمل کنی، چون خودت که عمل کردی سخاوت زنده. ببینید یه چیزی براتون بگم، بنده اگر یه خورما رو خودم دهنه یه یتیم بذارم، این عواطفم تقویت شده، سخاوتم تقویت شده. اما اگر وقتی میمیرم بگم آقا انبار خورما رو بدید به فقرا، بله شکم‌های زیادتری سیر میشه با انبار خورما،
اما او شکم ها کسر میشه، عاطفه من دیگه مردم، سخاوت من دیگه مردم. بحث اینه که چند تا شکم سیر بشه، بحث اینه که ضمن اینکه شکم سیر میشه با خرما، تو هم عواطف درش کنه، تو هم انسان دوستی درش کنه، تو هم سخاوت درش کنه. انسان اگر با دست خودش کار بکنه، خودش آدم رشد یافته و کاملی تکامل پیدا میکنه. اما اگر وصیت کنه، ممکنه با وصیت شکم‌های زیادی سیر بشه، اما خودش رشد نکنه. ولذا منتظر وصیت نباشیم، هر کاری میتونیم خودمون وصیت کنیم. علاوه بر اینکه وارثا معلوم نیست چه جوری بشه سلیقه‌شون. تجربه‌های تلخی داریم از افرادی که وصیت کردن ولی وارثین عمل نکردن. دوم که مقدار وصیت 1/3 باشه، 2/3 برای وارثین بگذارید. یعنی اگر 90,000 تومان دارید، تا 30,000 تومان وصیت کنید. 60,000 تومان خلق وارثا رو تعیین نکنید که بگن بابام مرد همه اموالش رو وصیت کرد. به خصوص اگر بچه کوچیک دارید، زیر 1/3 وصیت کنید. در تاریخ میخونیم کسی وصیت که همه اموالش رو در راه خدا بدن، حضرت ناراحت شد. فرمود با داشتن چند تا بچه کوچولو چه حقی داشت همه اموالش رو وقف کرد؟ خب بچه‌هاش چه کنن فردا؟ سوء استفاده از وصیت نکنیم. حدیث داریم که اگر کسی در وصیت بگه به این دو تا بدید، به این یکی بدید، این گناه کبیره کرده. در وصیت فرق بین بچه‌ها نمی‌ذاریم. بله یه وقت یه بچه کمبود داره، به خاطر جبران کمبود حرف دیگه. اما بچه‌ای که شرایطشون یه جوره، انتقام نگید، نه این به من آب نداد کوف بخوره، به این ندید، این خیلی منو بغل کرد، حمام برد و نمیدونم فرض کنید که رو ویلچر نشوند و به این بدید، به اون انتقام نگید. حالا یه بچه خوب عمل کرده، یه بچه بد عمل کرده، شما با وصیت این فتنه رو کش نده. چون گاهی وقت آدم با وصیتش، ما داشتیم تو حتی جبهه، ما دو تا شهید داشتیم، یه شهید دو تا وصیت کردن، یه شهید فتنه رو راه انداخت، یه شهید فتنه رو تمام کرد. یه شهید وصیت مونه که اگر من شهید شدم تو جبهه، فلان جناح نیاد تشییع جنازه من. مثلا خط راست بود گفته چپیان نیاد، یا خط چپ بود گفت راستیان نیاد. اصلا با وصیتش فتنه رو تشدید میکنه. شهید شده ولی خب از نظر عقلی عقلش نرسید که. یه وصیت هم داشتیم که شهید شده، گفته اگر من شهید شدم دو جناح سیاسی بیان همدیگه رو ببوسن، یاد مرگ بکنن، همه بیان تشییع به جنازه من نماز نخونید، میگه که دو جناح تو تشییع جنازه من باشن. و این شهید بدنش مونده، بالاخره دو تا خط سیاسی اومدن همدیگه رو بوسیدن و تشییع جنازه کردن، هیچ با هم رفیق شدن. یعنی ما میتونیم با وصیت فتنه رو بخوابونیم، میتونیم با وصیت فتنه رو. بعضی پدرها میگن حالا چون بچه من نیومد دیدنم، به من تلگرافون نکن، نامه نفرست، پس به اون ندید، وقت این فتنه رو کش میده، عقده رو زیاد میکنه. یکی هم مسئله عاقبت و حسن عاقبته. درباره عاقبت قرآن خیلی راجع به عاقبت حرف داره. مثلا توفنی مسلما، یعنی خدایا حضرت یوسف گفت خدایا من مسلمون بمیرم، دعا بر حسن عاقبت. توفنا مع الابرار، خدایا با خوبا جونمونو بگیر. اگر کسی گناه پشت آدم بکنه بعد عاقبت میشه. قرآن فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبتی کسانی که پشت آدم گناه میکنن اینه که تکذیب میکنن. عاقبت سیگار 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 تنگیسیمه. راجع به عاقبت ما بعد عاقبتی آیات قرآن داریم. مثلا میگه آمنوا ثم کفروا، ایمان بعد عاقبته، ایمان داشته باشن. ثم اتخذتم العجل، رفتن سراغ گوساله پرستی سامری، بعد عاقبت شدن. ثم تولیتم، ثم اتخذتم العجل آیه هست، ثم تولیتم آیه دیگه هست، آمنوا ثم کفروا آیه دیگه هست. تو قرآن آیاتی داریم برای بیدین مردن، بادین مردن. اولیاء خدا خیلی به فکر عاقبت بودن. حضرت امیر وقتی خبر شهادت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنید، فرمود افی سلامت من دینی، یعنی عاقبتم خوب خواهد بود. این افی سلامت من دینی رو ما از کامپیوتر فهمیدیم، چند جای دیگه هم حضرت فرموده، یعنی فقط مال اینجا نیست. چند بار امیرالمومنین از پیغمبر پرسیده من با دین خواهم مرد یا بیدین، افی سلامت من دینی تکرار میکرده. و من خودم از بعضی از مراجع پرسیدم که اگر شما یک دعای مستجاب داشته باشید چی میگی؟ میگفت دعا میکنم خدا عاقبتم بخیر کنه. به امیرالمومنین میگن چقدر میگی اهدنا الصراط المستقیم، تو که دیگه راهت مستقیمه. فرمود من نمیدونم عاقبتم چی میشه. بنابراین در این که هیچ کس مطمئن نشه به خودش،
هیچ کس مطمئن نشه. قرآن میگه هیچ وقت مطمئن نباشید. اَأَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَأَمَنْتُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ. شما خیالتون جمع فکر نمیکنید یه مرتبه قهر خدا از آسمون بیاد، قهر خدا از زمین بیاد. فکر نکن نابغه هستی، ممکنه خدا قهر کنه چنون فراموشی بر تو حاکم بشه اسم خودت فراموش کنی. فکر نکن این مال همیشه فلوت است. یحسبون ایحسب ان ماله اخلده. تو فکر میکنی همیشه فسد هست؟ یه بار مردم به عشق تو، به نسل تو هم رأی میدن، به کاندیدایی هم که تو معرفی کنی رأی میدن، یه بار به خودت هم رأی نمیدن. بنابراین این که انسان بین خوف و رجا باید بشه، این مسئله عاقبت مسئله مهمیه. حتی انبیا برای عاقبت بچه‌هاشون دغدغه داشتن. مثلا یکی از انبیا میگه لا تموتن الا وانتم مسلمون، به بچه‌هاش میگه سعی کنید مسلمون بمونید، لا تموتن الا وانتم مسلمون. این حسن عاقبت مسئله مهمیه و حدیث هم در اصول کافی داریم که علامت عاقل چند تا چیزه که این عاقلا ادعا رو زیاد می‌کنن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. حدیث داریم که عاقل یکی از دعاهاش اینه، ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای قلب ما را منحرف نکن بعد از آنی که هدایتم کردی، با آنی که هدایتم کردی دیگه کج نشن. و کدی هم خطرناکه. یکی از مراجع تقلید بود، میخواستن برش کنگره چیز بذارن، تجلیل از شخصیتش. اما نگفتن آقا شما اجازه بده ما یک کنگره بزرگداشت بذاریم. ایشون خود فکر که گفت تا من زنده هستم و شیطون زنده هستن، زنده هست نیزد، بذار اگر من سالم مردم خب برای من فاتحه بخونید کار خاصی بکنید، اما تا مادامی که من زنده هستم و شیطانم زنده، ممکنه دقیقه آخر خراب کنم. بنابراین بر من کنگره نگذارید. عواقب بدعاقبتی چیه؟ یک، تکبر. ابلیس 6000 سال عبادت کرد. تو نهج البلاغه حضرت امیر فرمود 6000 سال عبادت کرد. بعد میفرماد نمیدونه این سالها سالهای دنیاست یا آخرته. چون سال دنیا 365 روزه. 6000 روز عبادت کرد، وقت یک روز قیامت معادله و ان یوما عند ربک که الف خم که الف خمس یک آیه یادم رفت، یک روز قیامت به اندازه 50 سال دنیاست. 50 وقت 6000 سال عبادت کرد که هر سالی چند روزه، وقت یه روز قیامتش 50000 سال دنیاست. آخه ببینیم وقتی میگیم یه تومن، یه تومن فقیر یه تومنه، 10 ریاله، یه تومن آدم معمولی 1000 تومنه، یه تومن پولدار 1 میلیونه، یه تومن پولدارای بین المللی 1 میلیارده. میگه خونه چند خریدی؟ میگه 20 تومن. 20 تومن فقیر 28 تومنیه، 20 تومن عادی 20000 تومنه، 20 تومن پولدارا 20 میلیونه، 20 تومن 20 میلیارده. در نهج البلاغه داریم که حضرت امیر فرمود شیطان 6000 سال عبادت کرد، بعد هر سالی چند روز هر روزش و ان یوما عند ربک، یه روز قیامت 50000 سال دنیا. این آیه قرآنه که میگم. حضرت امیر فرمود نمیدونم روزا چه روزی بوده، دنیا بوده یا آخرتی. بلی به خاطر تکبر بد عاقبت شد. تکبر آدم بد عاقبت میکنه. این به من میگه. گناه آدم بد عاقبت میکنه. منت دادن بدن، صدقه دادی منت میذاری، لا تبطل و صدقات کن بالمن والرضا، باطل شد. آیاتی که میگه حبطت اعمالهم، به خاطر این خلاف اعمالش حبط میشه. گناه، تکبر، حب دنیا، اینها عوامل بد عاقبت شدنه. ولذا در دعاها مناجات داریم، خدای ایمانی بده که لا عجل له، ایمانی بده که تاریخ مصرف نداشته بشه، ایمانن لا عجل له، ایمانی که عجل نداشته، یعنی تا ابد بشه. در اصول کافی بابی داریم به نام باب المعارین. معار یعنی آریه، یعنی ایمانش آریه، لحظه مرگ ایمانش پس میگیرن. داریم وقتی سالم هستید دعای عدیله بخونید. تو دعای عدیله میگه خدایا توحید و نبوت و معاد و قبر و قیامت و حساب و کتاب و نکیر و منکر همه رو قبول دارم. بعد میگه خدای حال سالم هم اینا رو میگم، دم مرگ که وحشت میگیره ممکن اینو از ذهنم بره، رد علیه، خدای عقاید من نگر دار، پلود امانت، دم مرگ عقاید ما برگردون، من بیدین نمیرم. ممکنه اونجا در یه شرایطی باشم که همه چیز فراموش کنم یا همه چیز منکر بشم.
باب المعارین، یعنی ایمانشون آریهیه، ایمانا لا عجل له. اینا عرض کنم به حضور جناب عالی که اینا نکاتی است که قبل از مرگ باید توجه داشته باشیم. ان شاء الله بحث معاد را ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.